واقعا ایشون یکی از اصحاب غریب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی با اون نقشی که ایشون داشته است. خود پیغمبر اکرم به نظر میرسه که از همون لحظه اول که ایشون شهید شد خواستن از او الگو درست کنن. اینی که پیغمبر به او لقب سید الشهدا دادن، بعد وارد مدینه شدن، دیدن زنهای انصار چون تو اون جنگ او. هفتاد نفر شهید شدن، چهار نفر از مجاهدین بودن، از مهاجرین بودن، 66 نفر از انصار به شهادت رسیده بودن. زنهای انصار گریه میکردن، ناله میکردن، زاری میکردن. پیغمبر یه قدی گوش کرد، بعد فرمود که حمزه گریه کننده نداره. این خبر رسید به گوش زنهای مدینه و گفتن که همه قبل از این که برای شهید خودمون گریه کنیم، بر حمزه گریه خواهیم کرد. با این وضعیت این بزرگوار ناشناخته است، اسمش مطرح نیست، شرح حالش مطرح نیست، خصوصیاتش مطرح نیست، واقعا غریبه ایشون. و من میگم واقعا خدا رحمت کنه مصطفی عقاد رو، که باز ایشون باید تشکر کنیم از او که در فیلم الرساله این شخصیت بزرگ رو در قالب یک اثر فاخر، انصافا فاخره، به خصوص بخش مربوط به حمزش که خب بازیگرش هم بازیگر فوق‌العاده معروف و مهمیست، حقیقتا یه جلوه‌ای داره، تونسته تا حدود زندگی این بزرگوار رو به تصویر بکشه، تا حدودی البته، و این کار بایستی انجام بگیره. البته این کار در مورد دیگر صحابه پیغمبر هم باید انجام بگیره، در مورد عمار همین کار باید بشه، در مورد جناب سلمان باید بشه، در مورد جناب مقداد. کی مقداد رو میشناسه؟ کی میدونه که او چه کرد؟ که حتی در باره بعضی از اصحاب داره که اون اصحاب درجه یک که حوستن بعد از پیغمبر، مگر مقداد، فقط او بود که هیچ تکون نخورد. اینا خیلی مهمه، اینا رو بایستی زنده کرد، احیا کرد. یا جناب جعفر همینجور،